Desidero rivolgere un invito a lei. پاپ فرانسیس در دیدار اخیر خود از خاورمیانه از شیمون پرز رئیس جمهور اسرائیل و محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی دعوت کرد به واتیکان سفر و برای صلح دعا کنند. او در راه بازگشت به واتیکان به خبرنگاران گفت در این روند تاکنون ناموفق صلح بین اسرائیل و فلسطینیان دخالت نمی کند. ولی برخی از هواداران و پیروان او دخالت او را مثبت می بینند. اگر چنین چیزی روی دهد منافع بزرگی در پی دارد. او معجزه‌گر خاورمیانه است. بسیاری از پیروان پاپ فرانسیس او را معجزه‌گر می‌دانند، از جمله اینکه یک هفته پس از دعای ماه سپتامبر گذشته او برای صلح در سوریه توافقنامه‌ای عملی شد که مانع از حمله ایالات متحده به سوریه در ارتباط با استفاده آن کشور از سلاح شیمیایی بود. در حالی که جنگ داخلی همچنان در سوریه ادامه می‌یابد، آقای پتری می‌گوید برقرار کردن یک صلح پایدار عادلانه در سوریه کاری بسیار دشوار است. دعای روز یک شنبه در واتیکان دست کم تصویری از یک تلاش برای برقراری صلح در خاورمیانه خواهد بود که پاپ فرانسیس در مرکز آن قرار دارد.